با سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که دور دوم از سلسله برنامه هایی هست زیر عنوان دیدگاه مارکس آینیست پویاست. این 12 جلسه از این سلسله برنامه هاست. امروز هم 24 شهریور 1392 و 15 سپتامبر 2013 است. در واقع من در آخرین جلسه به جایی رسیدم که مارکس رو نه تنها از آلمان بیرونش کردن، اومد به فرانسه، از فرانسه هم بیرونش کردن و وارد انگلیس شد و در اونجا با وجود شرایط بسیار سخت زندگی که واقعا من در این کتاب آوردم که در مخصوصا در ابتدای ورودشون به انگلیس خودش و خانوادهش در شرایطی زندگی میکردن، با همه اینا بلافاصله شروع کرد به کار کردن. اولا اتحادیه کمونیستی رو میبایست تکلیفش رو معین میکردن که چه کار باید بکنن. در واقع گفتن که تجدید سازمانش میدیم، ولی واقعیتش اینه که همینطور که جلسه قبل عرض کردم، بخش کارگریش یعنی شاپر که از دوستان قدیمی مارکس بود، یعنی دوستان در واقع بسیار نزدیک مارکس بود، مول و باور، این سه تا کارگر اصلی، هرچند که اینا جدا شدن و مارکس هم نشست جمع‌بندی انقلاب 1848-49 و شروع کردن به مطالعه. همینطور که عرض کردم، دو تا از این جمع‌بندی ها که تبدیل دو سند بسیار مهم سیاسی شدن، یکی نبردهای طبقاتی در فرانسه هست و یکی هم 18 برومر لوی بوناپارت، و من بخش‌هایی از نبرد طبقاتی رو میارم که عزیزان چون خوشبختانه به فارسی ترجمه شده لازم خوندنش، با این هشدار که توی تمام این نوشته‌ها مارکس چنان وارد جزئیات میشه، اسم افراد رو میاره، سندها رو میاره، تاریخها رو میاره، وقایع اون روز رو میاره، خیابونها رو اسم میبره، تاریخها رو، که آدم واقعا باید بره تو اون زمان تا سرنخ بسام مطلب رو از دست نده و اون در و گوهرهایی که توش هست بیرون بکشه که چه نتایج تاریخی، نتایج فلسفی، نتایج سیاسی، نتایج اقتصادی، همه اینا به اصطلاح اینا رو آدم بیرون بکشه. به هر حال این نشته، یعنی نبردهای طبقاتی در فرانسه، یکی از مهمترین آثار سیاسی مارکس در خصوص جمع‌بندی نتایج انقلاب 1848-49 که بیشتر جزوه میان ژانویه و مارس 1850 نوشته شده، یعنی تقریبا بلا فاصله ما میدونیم مارکس و بعدش هم خانوادهش اواخر 1849 وارد لندن شدن. بنابراین مدت زیادی طول نکشید که نشست مارکس برای جمع‌بندی بین ژانویه و مارس 1850 و به صورت سلسله مقالاتی با عنوان 1848-49 در نخستین سه شماره مجله نقد و بررسی. بعد از اینکه اونجا شد بلافاصله شروع کرد مارکس به اتفاق انگلس و دوستانشون مجله‌ای به نام نقد و بررسی پایه‌گذاری کردن که نه تنها این دو تا این مقالات توش اومد، بلکه کلی تحلیل‌های اقتصادی توشه که من اینا هم توی جلد دوم آوردم، منتها فرصت نیست که من واقعا به اون برسم، که یک سلسله نوشته ها راجع به نقد و بررسی اقتصادی سیاسی یعنی در واقع مجله ای رو در واقع بیرون شروع کردن به بیرون دادن. در اونجا به چاپ رسید و انگلس در سال 1895 این مقالات رو جمع آوریشون کرد، خودش فصل چهارمی مشتمل بر مجموعه نقد و بررسی های بین المللی شماره اکتبر مجله که به اتفاق مارکس نوشته بود به آن اضافه کرد و آن را تحت عنوان نبردهای طبقاتی در فرانسه 1848 تا 1850 منتشر کرد. بنابراین اینجوریه که به حساب اواخر عمر در واقع انگلسه که به این شکل بیرون میاد، اولش به صورت یک سلسله مقاله بوده.
مارکس به دلیلی موجه در این جزوه به انقلاب در فرانسه پرداخته است، چرا که از انقلاب کبیر فرانسه به این سو این کشور، حالا به چه دلیل، همینطور که عرض کردم به چه دلیل، با آنکه خودش آلمانیه، تو آلمان بوده، چرا بیشتر توجهش معطوف به فرانسه است؟ برای اینکه اونجا رو مرکز انقلاب میدونستن، هم خودش هم انگلز، که من یه به حساب کشورهای اروپای شرقی رو یه مش وحشی ضد انقلاب، که من یه نقدی در این زمینه ازشون کردم که حالا اگه رسیدم برای عزیزان میخونم. هر چقدر که از انقلاب کبیر فرانسه به این سو، این کشور همیشه نقش رهبری رو در تاریخ اروپا بازی کرده بود و مبارزه طبقاتی در اون کشور آشکارترین و عمیق‌ترین شکل را به خود می‌گرفت. این یه واقعیته که حتی انقلاب کبیر فرانسه، ما می‌دونیم فرضاً در انقلاب قرن 18 انگلیس، در واقع اشرافیت هم زمیندار هم مالی و هم صنعتی با هم ساختن و در نتیجه به اصطلاح یه سازشکاری به وجود اومد و به همین دلیل سلطنت سر جاش موند، در حالی که در فرانسه ما می‌دونیم انقلاب سلطنت رو به طور کلی برداشت از پیش پاش. البته دوباره امپراتوری های دیگه به وجود اومد، هم ناپلئون اول هم ناپلئون سوم و خلاصه اینا هی اومدن، لوی فیلیپ هر شود که مال خانواده بوربون بود باشه، ولی دووم نیوردن، در حالی که در انگلیس ما میدونیم سلطنت با اینکه یه چیز بسیار تشریفاتیه ولی هنوز دووم آورده به دلیل سازشکاری ها، در حالی که همیشه به اصطلاح اتفاقاتی که در فرانسه میافتاد رادیکال بوده و مبارزه طبقاتی در کشور آشکارترین و عمیق‌ترین شکل رو بخوند. در انقلابات 1848-49 طبقه کارگر در هیچ کشور اروپایی شجاعت و قدرت طبقه کارگر فرانسه رو از خودش نشون نداده بوده، نه در انگلیس، نه در آلمان، نه در اتریش. مارکس در این سلسله رشته مقالات برای نخستین بار، حالا این جالبه، از روش شناسی ماتریالیسم تاریخی برای تحلیل روند انقلاب استفاده میکنه. تک به تک توی این جزوه طبقات رو، واقعا تحلیل طبقاتیه و با دقت تمام اینا رو میبینه، از اشرافیت زمیندار تا اشرافیت مالی تا بورژوازی صنعتی تا خرد بورژوازی، هم بخش مرتجعش که پایه های هم ناپلئون اول بود هم ناپلئون سوم و هم خرد بورژوازی ترقی خواه که با طبقه کارگر بسیار نزدیک بود و بالاخره طبقه کارگر، همه اینها رو یکی یکی به اصطلاح مارکس باز میکنه. تحلیل طبقاتیه و در نتیجه ماتریالیستیه، از ماتریالیسم ارتباط متقابل زیربنا و روبنا، نقش پراهمیت زیربنای اقتصادی در زندگی اجتماعی، اهمیت مبارزه طبقاتی و احزاب، نقش انقلاب در تاریخ و نقش تعیین کننده توده ها، نقش دولت و ایده های اجتماعی در فرایند تاریخ، همه اینها توی این دوتا نوشته، هم در نبردهای طبقاتی هم. و ما میدونیم مارکس در واقع چند تا سند یا در واقع نوشته سیاسی داره که اینا میشود گفت واقعا ماندگار شده. اولینش و از همه مهمتر مانیفسته، بعدش نبرد طبقاتی در فرانسه است، بعدش 18 برومر لویی بوناپارته و بعدش جنگ داخلی در فرانسه که در حقیقت جمع‌بندی از کمون پاریسه و اتفاقاتی که در اوائل دهه 1870 افتاده. اینا به اصطلاح، البته چند تا نوشته دیگه هم داره، بعضی از فرزن گزارشی که به بین الملل اول میده 1864 بسیار مهمه و یکی هم گزارشیه که بعد از شکست انقلاب به اتحادیه کمونیستی میده که فوق العاده به اصطلاح اون رادیکاله. هر شبت که به هر حال اینا رو نمیرسیم همش رو به حساب بررسی بکنیم، ولی اینا اسناد تاریخی بسیار مهمیه که توسط مارکس نوشته شده. بنابراین من وارد خود اصل مطلب میشم
و تا جایی که وقت اجازه میده یک سلسله نقل قول میارم و تا جایی که میرسم یه مقدار تفسیرشون میکنم. مارکس پیش از آن که وارد مطلب بشه چکیده نتایج انقلاب 1848-49 رو به کوتاه‌ترین شکل و با واقع بینی شگرفی اینطور بیان میکنه در ابتدای مقاله. عنوان هر یک از دوره‌های مهم وقایع انقلاب 1848 تا 49 به استثنای چند فصل نادر این خواهد بود: دو نقطه، شکست انقلاب. این جنبندیشه که اینو من از مجموع آثار جلد 10 آوردم صفحه 47. میخواستم که در این حال عزیزان بدونن اینا بیشترش هنوز توی جلد 10 از مجموع آثار هستیم که من اینا رو بیرون کشیدم. بعدش ادامه میده: اما در واقع این انقلاب نبود که شکست خورد، بلکه زائده های سنتی و توهماتی بود که به دلیل شرایط اجتماعی، جالبه که موقعی که جامعه هنوز سرمایه‌داری کامل رشد یافته و بالغ نشده، حتی طبقه کارگر بخش وسیعش دچار توهمن، هنوز توی چیزهای سنتی هن، هنوز خیلی هاشون مذهبی هن، هنوز پیوسته به کلیسان و یا به اشرافیت هن. آنچه که شکست خورد زائده های سنتی و توهماتی بود که به دلیل شرایط اجتماعی حزب انقلابی یعنی طبقه کارگر هنوز از آن رها نشده بود و حتی پیروزی فوریه، میدونیم که فوریه در حقیقت کارگران اومدن و اونا بودن که پادشاهی را انداختن و جمهوری اعلام شد، پیروزی فوریه هم نمیتوانست او را رها بکنه مگر به بهای یک رشته شکست. هنوز میبایست شکست میخورد. حزب طبقه کارگر امکان پیروزی در این انقلاب را نداشت، زیرا باید ابتدا بقایای سنتی و به همراه آن توهمات ناشی از آن از میان میرفت. قبلا من به این چیزا اشاره کردم. تا زمانی که بقایای پیش سرمایه‌داری وجود داره، تمام بدیهای تضاد بین کار و سرمایه پوشیده میمونه. ابتدا باید اینا برداشته بشه و یکی از نشانه هاشیه توهماتیه که هنوز خود طبقه کارگر داره. عزیزان ببینن شیوه برخورد طبقه کارگر فرضاً در خود ایران در ابتدای انقلاب 1357 چطور دنبال ارتجاع افتاد، بخش وسیعش، برای اینکه هنوز توهم داره. و تضادهای اجتماعی شکل اوریان یعنی کار و سرمایه میبایست به خود میگرفت تا به یک حزب انقلابی تبدیل بشه. هنوز که هنوزه، به دلایل متفاوتی که حالا بعدا اگه رسیدیم صحبت میکنیم، دست از این توهمات بر نداشته و یا بورژوازی تونسته تا همین اواخر بخش وسیعش رو بخره با غارت و مکیدن خون اکثریت بزرگ بشریت، یعنی از مستعمرات سابقش، که هنوزم تمام این جنایت ها تجاوز هایی که به کشورهای دیگه میکنن برای چیه؟ برای غارت این کشورها، از عراق گرفته تا افغانستان گرفته تا لیبی گرفته تا سوریه گرفته و امثال. همجوری ادامه داره که اینا بیارن و لااقل سیستم رو در کشورهای خودشون نگه دارن. در همین فرانسه کنونی هنوز که هنوزه میتونن بخشی از طبقه کارگرشون راضی نگه دارن. اینه که حالا دستپاچه شدن و عرض شد که فصل اول نوشته تحت عنوان شکست جوان از فوریه تا چیز برای نشان دادن ماهیت و محتمای حکومت فرانسه است. ایسان حالا ببینید یه نقل قول من میارم. لافیت یا لافیت، لافیت بانکدار لیبرال پس از انقلاب ژوئیه، یه انقلاب قبلش 1830 اتفاق افتاده بود، هنگامی که یار غار خیش دوک اورلئان رو پیروزمندانه یه خانواده رو انداخته بودن و این دوک اورلئان سر کار اومده بود 1830 در ژوئیه
1830 داشت این که تازه به قدرت رسیده بود دوک اورلان رو پیروزمندانه به تارال شهرداری پاریس همراهی میکرد، از زبانش اینطور در رفت. عزیزان دقت بکنند که در 1830 کیا به قدرت میرسن. از این پس دیگر دور بانکدار هاست، یعنی اشرافیت مالی داشت به قدرت میرسید. لافیت بدون اینکه خود بفهمد راز انقلاب را بروز داده بود، یعنی در حقیقت راز انقلاب این بود که بانکدارا به قدرت میرسن، اشرافیت مالی. به سخن دیگر آنچه حکومت میکرد در درجه اول قدرت سرمایه های مالی و سلاطین بورس، مثل حالا در امریکا، و در درجات پایین تر سلاطین راه آهن، مالکان معادن زغال سنگ و آهن و جنگل ها، بازم اونا ملاکن، واقعا بورژوازی صنعتی نیستن، اونایی که تولید میکنن یا مالیه یا ملکه یا معادنه که اونم جزء در حقیقت ملک به حساب میاد و بخشی از مالکان ارضی. به خلاصه اشرافیت مالی بود که شاه اون را نمایندگی میکرد، دوک اورلان. و به همین دلیل بورژوازی صنعتی به معنای خاص کلمه بخشی از اپوزیسیون رسمی را تشکیل میداد. به همین دلیل بود که در حقیقت اون زمان بورژوازی صنعتی کاملا انقلابی به حساب میومد، جزء اپوزیسیون بود. به همین دلیل بودم که کارگرا باهاش همکاری میکردن و در مجالس قانونگذاری هم در حد اقلیت نمایندگی داشت. با این همه بورژوازی صنعتی میدانست که سرکوب طبقه کارگر در شورش های 1832 1834 تمام اینها جنبش هایی بود که مرتب کارگران می اومدن تو میدون تو فرانسه به سرکوب میشه. و 1839 به رهبری بلانکی، عزیزان میدونن 1839 که بلانکی چیز شد، بسیاری از کارگرای آلمانی که در فرانسه کار میکردن مهاجرت کردن به انگلیس از دست سرکوب های اون زمان. و اولین بار که بلانکی معروف شد در واقع از اون زمان بود و بیشتر زندگیش هم بعدش در زندان واقعا گذروند. بلانکی به رهبری بلانکی به نفع او بوده، به سلطهش رو به طبقه کارگر تضمین کرد. تمام اینا رو بورژوازی صنعتی میدونست که تمام اینها باعث سکوب طبقه کارگر شده و به نفعش بوده. همه گروه های خرد بورژوازی و دهقانان در این دوران از قدرت سیاسی برکنار بودن. در تمام این جریانات با وجود آنکه بورژوازی هنوز انقلابیه و هنوز در اپوزیسیونه، ولی شکست هایی که کارگرا به دست ارتجاع خوردن به نفعش بوده و صداش در نمی اومده. خرد بورژوازی و دهقان هم بیرون از میدان بودن. با این همه سلطنت ژوئیه، حالا بعدش چه دوره تلاطمی، سلطنت ژوئیه موقعی که در واقع به اصطلاح لویی فیلیپ دوک اورلان قدرت میرسه، گرفتار تضادهای حل ناشدنی بود، زیرا حکومت از همون آغاز گرفتاری های مالی وابسته به بورژوازی بزرگ بود، یعنی ملاکین در واقع و در واقع بقایای پیش سرمایه‌داری هم به بورژوازی مالی واقعا وابسته بودن، هم تا حدی به بورژوازی صنعتی. مارکس بحث گسترده‌ای درباره این گرفتاری‌های مالی در واقع اونجا باز میکنه. من مجبورم یه مقدار بپرم در حقیقت، ولی اون چیزهای چکیده‌اش رو. مارکس سپس تضاد میان اشرافیت مالی و بقیه جامعه از جمله سرمایه‌های صنعتی رو توضیح میده و نتیجه میگیره. میگه که اشرافیت مالی چه از لحاظ راه‌های ثروتمند شدن و چه از نظر بریز و بپاش و اشرت‌رانی‌هاش چیزی جز لومپن پرولتاریا در قله‌های جامعه بورژوازی نیست. جالبه که با چه تحقیری به اینا نگاه می‌کنه، به خاطر
تجمل پرستیشون، ریخت و پاشهاشون در اون زمان بورژوازی صنعتی امساک براش مهم بوده. چرا؟ برای اینکه میباعث سودهاش رو به جای اینکه ریخت و پاش بکنه سرمایه گذاری بکنه و در نتیجه نیروی ترقی‌خواه به حساب میومده. مثل بورژوازی الان نیست که بازم ریخت و پاش و تجمل و امثال هم. بنابراین مارکس ازشون به عنوان لومپن پرولتاریا در قله های جامعه بورژوازی ازشون اسم میبره، زیرا نه از راه تولید بلکه از طریق دزدیدن ثروت، ثروت موجود دیگران ثروتمند میشوند. راندخارن واقعا. آن بخش از بورژوازی فرانسه که دستش از این قدرت کوتاه بود، بورژوازی صنعتی، فریاد میزد فساد. مردم فریاد می‌زدند مرگ بر دزدان بزرگ، مرگ بر آدمکشان. در چنین شرایطی فساد سر تا پای جامعه را گرفته، بازار روسپی‌خانه‌ها، نوان‌خانه‌ها، دیوان‌خانه‌ها، محضر و قضات، اردوگاه‌های کار اجباری و چوبه‌های اعدام گرم بود. مارکس موقعی که میره به فرانسه، میره به تمام پرونده های پلیس رو بیرون میکشه. مقاله معروفی داره مارکس راجع به خودکشی که در حقیقت نتیجه مطالعه پرونده های پلیس پاریسه. مال این زمانه در واقع که میره چیز میکنه که واقعا در اون زمان روسپیخانه ها، نوانخانه ها، دیوانخانه ها، محضر قضات، یعنی مرتب دعوای قضایی بوده، اردوگاه های کار اجباری و چوبه های اعدام. زمانی که میخواد بورژوازی بیاد به قدرت برسه و هنوز قدرتش رو تحکیم نکرده، دقیقا همینطوره. ما رو به یاد زمان شاه و الان جمهوری اسلامی میندازه که جامعه در حال تلاطم تا مغز و استخوانش رو فساد فرو رفته. اعدام ها، روسپی خانه ها به روسپی کشیده شدن ها، امثالام امثالام. بورژوازی صنعتی منافع خیش رو در خطر میدید. خرد بورژوازی اخلاقاً برافشفته بود. همین ناله هایی که بعضی از خرد بورژوازی حتی در ایران و خاطر مردم هم آزرده بود. پاریس پر بود از حزب‌نامه هایی که دست به دست میگشت. مجموعه این عوامل کاسه صبر مردم را نسبت به اشرافیت مالی لبریز کرده بود. مارکس در واقع داره مقدمات انقلاب 1848 رو فراهم میکنه که چی شد و توده های مردم رو به سوی انقلاب فوریه، انقلاب اول 1848. در این شرایط گارد ملی منفعل ماند و خلاصلاح شد و سلطنت ژویی ناگزیر شد جای خود را به حکومت موقت بده که ما میدونیم به اصطلاح سلطنت رو برداشتن و جمهوری اعلام شد. از اینجا به بعد مارکس رویدادهای سیاسی اجتماعی فرانسه رو به ویژه پاریس رو پس از روی کار اومدن دولت موقت که در حقیقت فلوکون توش بود، لدرو رولان که دوست مارکس بود و اون بود که از بلژیک دعوتش کرده بود که بیاد به فرانسه، عرصه که اینا رو توضیح میده و ابتدا به ماهیت این دولت و ترکیب طبقاتیش میپردازه. میگه حکومت موقت که بعد از انقلاب فوریه 1848 سر کار میاد، که مولود سنگرهای فوریه بود، در ترکیب خیش ناگزیر احزاب متفاوتی را که در پیروزی شریک بودند نمایندگی میکرد. ببینیم اینا کیان. این حکومت جز این که سازش موقت بین طبقات اجتماعی متفاوت باشد که سلطنت ژویه را واژگون کرده بودند، اما منافع طبقاتی متضادی با هم داشتن، چیز دیگری نمیتونست باشه. در واقع حکومتی که به وجود اومده بود از طبقات مختلف تشکیل میشد. تمام اونهایی که علیه اشرافیت مالی و زمیندار بودن، یعنی بورژوازی صنعتی توش بود، خرده بورژوازی توش بود، هم خرده بورژوازی ترقی‌خواه و هم ارتجاعی توش بود، طبقه کارگرم توش بود، دهقان هم توش بودن، اما منافع طبقاتی متضادی رو با هم داشتن. اکثریت قاطع از این حکومت را نمایندگان بورژوازی تشکیل میدادن. داره بورژوازی کم کم و کم کم بورژوازی صنعتی
میخواد قدرت رو بگیره. نمایندگی خرد بورژوازی جمهوری خواه رو در این حکومت لدرو، رولان و فلوکون به عهده داشتن که مارکس باشون چیز داشت، دوستی داشت. طبقه کارگر در این دولت موقت فقط دو نماینده داشت، یکی لوی بلان و یکی آلبرت. و همینجوری عرض شد که و میگه که چه این دولتی که سرکار اومد یا حکومتی که سرکار اومد کاملا غیر پایدار بود و نمیتونست پایدار باشه. من میگذرم، آنچه پرولتاریا به دست آورد فقط زمینه ای بود برای رهایی انقلابی خودش، فقط یه زمینه، ولی به هیچ وجه خود اون رهایی نبود. به این ترتیب جمهوری فوریه با سرنگونی سلطنت که سرمایه پشت آن پنهان شده بود، در واقع سرمایه های صنعتی، حتی نه تنها سرمایه های مالی، سرمایه های صنعتی پشت سلطنت پنهان شده بودن، سرانجام سلطه بیپرده بورژوازی رو آشکار ساخت. دیگه اونو برش داشتن، اون پرده ساتر برداشته شد. تفاوت پر اهمیت این انقلاب با انقلاب ژوئیه 1830 در چی بود؟ در این بود که اولی سلطنت بورژوایی به وجود آورد و دوم جمهوری بورژوایی به وجود آورد، ولی هر دوش در حقیقت بورژوایی بود. به سخن دیگر هر دو انقلاب گرچه با خون کارگران و زحمتکشان به ثمر رسید، اما این ثمر نصیب آنان نشد، نصیب بورژوازی شد. با همه این احوال انقلاب فوریه قدمی به پیش بود و برای کارگران دستاوردهایی داشت. و اون دستاوردها چی بودن؟ بعد توضیح میده که اون دستاوردها چی بودن و میگه که آنچه که به طبقه کارگر دادن یه چیز کاملا پادرهوایی بود. حکومت موقت کمیسیون دائمی ویژه‌ای برای تحقیق در وسایل بهتر کردن وضع طبقات زحمتکش تشکیل داد در کاخ لوکزامبورگ. حالا ببینیم، نهاد جدید برخلاف دیگر وزارتخانه و نهادهایی نه بودجه‌ای داشت نه هیچ قدرت اجرایی، و به قول مارکس در حالی که لوکزامبورگی ها یعنی کارگران در جستجوی اکسیر اعظم بودند، دنبال نخست سیاه در حقیقت فرستاده بود، ساکنان سالن شهرداری یعنی بورژوازی سکه های رایج را ضرب میکردن، یعنی تمام چیزها را بین خودشون تقسیم میکردن. در اینجا مارکس ضمن اشاره به برخی توهمات طبقه کارگر در این انقلاب، نکات تئوریک پر اهمیتی درباره خصلت جهانی انقلاب پرولتری بحث میکنه، ایناست که باید بیرون کشید. کارگران همونطور که خیال میکردند در کنار بورژوازی میتوانند به رهایی برسند علیه اشرافیت، این تصور را هم داشتن که امکان یک انقلاب پرولتاریایی در درون مرزهای ملی فرانسه در کنار دیگر کشورهای بورژوازی برای آنها وجود دارد. این نکته بسیار پر اهمیتیه که جنبه جهانی و بین المللی انقلاب پرولتاریایی در یک کشور فرانسه نمیتونه، انقلاب پرولتاریایی فقط انگلیس اونجا وایساده که به قول مارکس میگه که امواج انقلابی قاره اروپا موقعی که به صخره‌های ساحل انگلیس میخوره بر میگرده. انگلیس ضد انقلاب اون زمان بوده. زمانی پرولتاریا میتونه در فرانسه پیروز بشه که انقلاب جهانی باشه. این در حال حاضر هم صادقه. مسئله جهانیه. ولی روابط تولیدی در فرانسه تابع بازرگانی خارجی فرانسه است. موقعیت این کشور در بازار جهانی و قوانین این بازاره. فرانسه یک کشور به اصطلاح جدا از چیز مثل جزیره عرصمت که رابینسون کروزو نیست که در وسط اقیانوس باشه. بخشی از این جهانه. بنابراین انقلابشان بخشی از این جهانه. فرانسه چگونه نمیتوانست بدون یک جنگ انقلابی در معیار اروپا
به جبار بازار جهانی یعنی انگلستان ضربه متقابل بزنم و همه این قوانین را در هم بشکنم، یعنی انقلاب پرولتاریایی بکنه. نکته بسیار پر اهمیته. بعد میگه که توسعه پرولتاریای صنعتی بنا به قاعده کلی تابع توسعه بورژوازی صنعتی است. طبقه پرولتاریا نمیتونه رشد بکنه مگر اینکه صنایع پیش برن و بورژوازی صنعتی به قدرت برسه. تنها در زیر سلطه چنین بورژوازی توسعه یافته است که طبقه پرولتاریای صنعتی به موجودیتش در گستره ملی دست مییابد. اینه که من عرض میکنم الان در بسیاری از کشورها صادق نیست. یعنی در واقع خود طبقه کارگر واقعا باید حتی صنایع را هم پیش ببره و نه اینکه در بسیاری از جاها اگر بورژوازی دوباره به قدرت برسه واقعا انقلاب را عقب میندازه یا حتی با شکست کامل روبرو میکنه. در گستره ملی دست بیابه ویسرا توسعه تنها در زیر سلطه چنین بورژوازی توسعه یافته است که طبقه پرولتاریای صنعتی به موجودیتش در گستره ملی دست می‌یابد و موفق می‌شود انقلابش را در حد و اندازه ملی بالا ببرد. تنها در چنین شرایطی است که پرولتاریا ابزارهای تولید مدرنی را می‌آفریند که به درستی تبدیل به وسایل رهایی انقلاب وی خواهند شد. یعنی در یک سرمایه‌داری پیشرفته بسیاری از کشورهای اروپا الان در این وضعیتن و خود امریکا. کشورهای عقب افتاده وضعیتشون فرق میکنه که اگر شد راجع به اون صحبت میکنیم. تنها با سلطه آن است که ریشه های مادی جامعه فئودالی برافکنده میشوند و زمینه فراهم میشود که انقلاب پرولتاریا را ممکن خواهد ساخت. در شرایط در واقع بورژوازی صنعتی پیشرفته و در سطح ملی که طبقه کارگر واقعی به وجود میاد. در ادامه این بحث مارکس نشان میده چرا با آنکه فرانسه از نظر صنعتی اجتماعی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی پیشرفته تره ولی انقلاب آن هنوز محتوای بورژوایی داره و نه پرولتاریه. مگر نه این است که انقلاب فوریه 1848 به طور مستقیم به اشرافیت مالی حمله بر شده بود؟ همین امر نشان میده آن که در فرانسه حاکم است بورژوازی صنعتی نیست. تا همون موقعش بورژوازی مالیه، زمینداره. حاکمیت بورژوازی صنعتی فقط در جای مؤثر است که رشد صنعت مدرن بر همه روابط مالکیت چنان تأثیر بارزی گذارد که آنها را مناسب حال بورژوازی بکنه و صنعت هم نمیتواند به چنین قدرتی دست یابد مگر در جایی که بازار جهانی رو تسخیر کرده باشه، مثل انگلیس که بازار جهانی رو. زیرا مرزهای ملی برای توسعه صنعت کافی نیست. اما صنعت فرانسه تا حدود زیادی جز در پرتو یک نظام تعرفه گمرکی کم و بیش تعدیل شده حتی در بازار داخلی هم نمیتواند پابرجا بماند. در واقع نشون میده که فرانسه از نظر صنعتی و رشد بورژوازی صنعتی چقدر از انگلیس عقب تره. و در چنین شرایطی اگر در موقع بروز انقلاب پرولتاریای فرانسه را میبینیم که در پاریس از قدرت واقعی برخوردار است و آنچنان نفوذی دارد که مشوق وی به انجام تهاجمی فراتر از حد امکاناتش میشود، در بقیه نقاط فرانسه پرولتاریا در چندین مرکز صنعتی پراکنده مون. فقط در پاریس واقعا، در بقیه جاها واقعا پرولتاریا در فرانسه چیزی نداره و این پراکندگی چنان است که نسبت به انبوه پرشمار دهقانان و خرده بورژوازی که تعدادشون بیشتر است به حساب نمیاد. بنابراین نتیجه آن که مبارزه بر ضد سرمایه در شکل مدرن توسعه یافتهش در نقطه اوج آن، یعنی مبارزه مزدگیر صنعتی بر ضد بورژوازی صنعتی، رویدادهای فرعی است و از این رو پس از ایام فوریه چنین رویدادی نمیتوانست محتوای ملی انقلاب باشه، یعنی انقلاب واقعا پرولتاری باشه.
چرا که مبارزه بر ضد شیوه‌های بهره‌کشی ثانویه سرمایه مانند مبارزه فرزند دهقانان بر ضد رباکار، بانک‌های رهنی و گروگیر، مبارزه خرده‌بزرگی بر ضد تاجر عمده، بانکدار و صاحب سند، در یک کلام بر ضد ورشکستگی هنوز در شورش عمومی علیه اشرافیت مالی پنهان بود همه اینا. پس کاملا منطقی است که پرولتاریای فرانسه خواسته باشد از منافع خودش در کنار منافع بورژوازی دفاع بکنه. مجبوره. به جای اون که بخواد منافع خودش را در حکم منافع انقلابی کل جامعه جا بزنه و پرچم سرخش رو جلوتر از پرچم سرنگ برافرازه. بنابراین علتش اینه. واقعا بحث مارکس واقعا اینه که هنوز انقلاب فرانسه در مرحله پرولتاریای واقعی خودش نیست. پرولتاریا در فوریه به همراه بورژوازی و خرده بورژوازی علیه اشرافیت. حالا این همینجوری دنبال میکنه و واقعا اینا رو طبقات رو یکی به یکی میشکافه، موزه‌گیری‌هاشون رو میشکافه و واقعا از طریق پرولت به حساب ماتریالیستی این بحثش رو پیش میبره. این جلسه رو هم به این ترتیب تمام میکنیم و مجبوریم که بحث ها رو در یک یا دو جلسه دیگه هم ادامه بدیم. فعلا با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.